با نگاه کردن به اقوام مختلفی که در طول تاریخ زندگی کرده اند، می‌بینیم که آنها به روش‌های مختلف از خط استفاده می‌کردند. در این میان، شاید یکی از عجیب‌ترین خطوط و طراحی‌هایی که تا به حال شناخته شده، خطوط بومیان اهل پرو باشد که روی صحرای بیابان‌علفی کشیده شده است. می‌خواهیم درباره یکی از عجیب‌ترین جاذبه‌های دنیا حرف بزنیم. خطوط صحرای ناسکا یا ناسکا لاین. با فکت فارسی وان همراه باشید. در 400 کیلومتری جنوب شرقی لیما، در جایی بین شهرهای ناسکا و پالیا، صحرایی غیرقابل کشت به نام ناسکا وجود دارد که در دل خود جاذبه‌ای خاص و شگفت‌آور را جای داده است. قبل از هر چیزی، اگه تازه به کانال فکت فارسی وان پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. در این بیابان بزرگ، در مساحتی حدود 500 کیلومتر مربع، صدها خطوط مختلف رو میبینید که به شکلهای خطوط هندسی، انسان، حیوانات و حشرات کشیده شدند. این نقاشی‌ها آنقدر وسعت زیادی دارند که نمیتوان مثل دیگر جاذبه ها شکل نهایی آنها را از روی زمین درک کرد، بلکه باید از روی ارتفاع شکل این خطوط را تشخیص داد. اگر سوار بر هواپیما بر فراز صحرای ناسکا حرکت کنید، شیارهایی را روی زمین میبینید که اشکال پرندگان، سوسمار، ماهی، نهنگ، ستاره و مستطیل و غیره را به وجود آوردند. شاید بپرسید این شیارها را چه کسی با این دقت طراحی کرده است؟ این شکل‌ها هنر مردمانی از تمدن ناسکاست که در بین سال‌های 400 پیش از میلاد تا 650 میلادی در این منطقه زندگی می‌کردند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید بزرگترین این نقاشی‌ها حدود 270 متر طول دارد و دلیل اینکه بعد از این همه سال در اثر فرسایش‌های مختلف از بین نرفتند این است که در این منطقه که یکی از خشک‌ترین نقاط زمین است، باد خیلی کم می‌وزد و شرایط آب و هوایش تقریباً ثابت است. دقیق بودن این طرح‌ها همه را متعجب کرده که چطور انسان‌هایی که حدود 2000 سال پیش زندگی می‌کردند تا این حد به ظرافت برنامه‌ریزی کردند. بر اساس حدس و گمان‌های مختلفی که باستان‌شناسان زدند، طراحان این اشکال اول آنها را در ابعاد کوچک بر روی نمودار رسم کردند و سپس از روی آن نمودار اشکال را به صورت بزرگ طراحی کردند. به چه دلیل این اشکال کشیده شدند؟ هیچ نشانی از تاریخچه این شکل‌ها باقی نمانده. اما نظریه‌های مختلفی درباره اینکه چرا این خطوط کشیده شدند وجود دارد. جنجالی ترین نظریه از اریک فون دنیکن است. او گفته احتمالاً این خطوط فرودگاهی برای سفینه‌های فضایی آدم‌های فضایی است. اما بسیاری عقیده دارند که انگیزه مذهبی پشت این کار مردمان آن زمان بوده است، به طوری که آنها قصد داشتند شکل‌هایی را به وجود بیاورند که فقط خداوند از آسمان بتواند آنها را ببیند. این خطوط که عمق 10 تا 30 سانتی متری دارند، مقاومتی در مقابل باران‌های شدید ندارند و به راحتی شسته می‌شوند. به همین دلیل سازمانی که مخصوص محافظت از این خطوط است اعلام کرده که آلودگی و فرسایش ناشی از جنگل زدایی از عوامل تهدید کننده برای این خطوط هستند. اولین بار در سال 1926 یک باستانشناس اهل پرو این خطوط را به صورت سیستماتیک مورد مطالعه قرار داد. تشخیص این خطوط از سطح زمین بسیار دشوار می باشد. لذا اولین باری که یک هواپیما در سال 1930 بر فراز این خطوط پرواز کرد، گستره این خطوط مورد توجه قرار گرفت و باعث شد که همگان در مورد خطوط ناسکا به بحث و تحقیق بپردازند. در 22 ژوئن سال 1941، پروفسور آمریکایی به نام پاول کوزک تحقیقات و بررسی‌های خود را در مورد این خطوط آغاز نمود. پس از یک روز بررسی کامل، کوزک متوجه شد که غروب خورشید در امتداد این خطوط اتفاق می‌افتد. پس او این بخش مربعی 310 مایلی واقع شده در بیابان ناسکارا بزرگترین کتاب نجوم جهان نامید. او نتیجه گرفت که ژئوگلیف‌ها یک هدف مرتبط با نجوم دارند.
راه کوزک توسط ماریا ریچی محقق آلمانی ادامه یافت و بعدها به او لقب بانوی خطوط داده شد. ریچی مطالعه بر روی این خطوط را به مدت 40 سال ادامه داد و برای تئوری‌های خود در مورد اهداف نجومی و تقویم خطوط بسیار مبارزه کرد. سرانجام ریچی در سال 1974 برای پژوهش‌های خود از سازمان ملی ژئوگرافیک جایزه‌ای دریافت نمود. همچنین ریچی برای محافظت از این سایت بسیار تلاش کرد، تا حدی که در یک خانه کوچک در نزدیکی کویر ناسکا زندگی می‌کرد تا بتواند شخصاً از این محل در مقابل بازدید کنندگان مراقبت نماید. این خطوط ژئوگلیف به روی سطح زمین توسط جابجایی سنگ‌ها ایجاد شدند. صخره‌هایی که صحرا را پوشاندند در اثر مجاورت با هوا اکسیده شده و رنگ آنها تیره‌تر شده است. زمانی که سطح این صخره‌ها به اندازه 12 تا 15 اینچ تراشیده شود، سطح زیرین روشن‌تر بوده و با کنتراست سطح اصلی صخره‌ها قرار می‌گیرد. از آنجایی که میزان بارندگی در این صحرا بسیار کم می‌باشد و فرسایش از طریق باد نیز تقریباً کم است، این طراحی‌ها و خطوط در حدود 500 تا 2000 سال است که بدون تغییر وجود داشته و از بین نرفته‌اند. دانشمندان معتقدند که بیشتر این خطوط توسط مردم ناسکا رسم شدند. این مردم در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می کردند. مناطق خاصی از پامپا همانند یک تخت گچی ساده به نظر می رسد که برخی از خطوط به روی یکدیگر هم پوشانی دارند و طرح‌هایی با خطوط مستقیم و باستانی و مدرن تر به وجود آمدند. تا سال 1970 زمانی که گروهی از محققان آمریکایی به پرو رفتند، نظریه‌های نجوم کوزک ریچی مورد قبول همگان بود. این گروه از محققان در نمای باستانشناسی و ستاره‌شناسی خطوط سوراخ‌های ایجاد کردند. یوهان راینهارد، یکی از محققان نشنال جئوگرافیک، از تحلیل خطوط ناسکا رویکرد جدیدی را ارائه داد. او اظهار داشت به سیستم اکولوژیکی اطراف ناسکا دقت کنید. مردم ناسکا در کجا قرار داشتند؟ در منطقه‌ای که تنها 20 دقیقه در سال باران دریافت می‌کند. مشخصاً آب یک عامل حیاتی و بسیار مهم بوده است. راینهارد در کتاب معروف خود با نام چشم‌اندازی در منشأ و معانی خطوط ناسکا عنوان کرد: به نظر می‌رسد که اکثر خطوط به افق جغرافیایی و یا آسمان اشاره‌ای نمی‌کنند، بلکه نشان دهنده مکان‌هایی هستند که آیین‌های مذهبی برای به دست آوردن باران و محصولات زراعی در آنها انجام می‌شده است. آنتونی آونی، یکی از محققان سابق نشنال جئوگرافیک، معتقد است که خطوط مستقیم و اشکال زوزنقه به آب مربوط می‌شوند. البته نه اینکه برای به دست آوردن آب رسم شده باشند، بلکه مربوط به انجام مراسم مذهبی و آیین‌ها می‌باشد. آونی عنوان می‌کند که مساحت این زوزنقه‌ها بسیار وسیع است، به طوری که افراد می توانستند به آن وارد و یا از آن خارج شوند. به احتمال زیاد برای انجام مراسم مذهبی و درخواست آب از خدایان باستانی بوده است. راینهارد خاطر نشان کرد که طرح‌ها و مزامین مارپیچ در سایر مکان‌های باستانی پرو نیز یافت می‌شود. نمادهایی از حیوانات در سراسر پرو کشیده شده است. محققان می‌گویند که در دنیای باستان عنکبوت نماد باران، مرغ‌های زرشکی نمادی برای باروری و میمون‌ها نماد باران زیاد بودند. راینهارد عنوان می‌کند که ارزیابی واحدی برای خطوط ناسکا وجود ندارد. اما ترکیب باستانشناسی و مردمشناسی با علم جدید توأمان می‌تواند به درک جهان از خطوط ناسکا کمک کند. کل سطح بیابان ناسکا با لایه قرمز رنگ از اکسید آهن پوشیده شده است و خطوط ناسکا بر روی این زمین به صورت چاله‌هایی با عمق 10 تا 15 سانتی متر ایجاد شده‌اند. با حذف این لایه سطحی و ایجاد چاله‌ها، خاک رس روشنی پدیدار شد که تضاد قابل توجهی در طیف و رنگ با باقی بخش‌های دشت داشته است. لایه زیرین که حال در معرض هوا قرار گرفته بود، دارای مقادیر بالایی از آهک است که در ترکیب با مه صبحگاهی لایه سختی را تشکیل می‌دهد. این لایه از فرسایش سطح خاک درون خطوط ناسکا جلوگیری می‌کند. در اکثر مکان‌ها باد و باران و فرسایش حاصل از آنها در طی چند سال هر گونه اثری سطحی را از بین می‌برد. اما اقلیم بسیار خشک، ثابت و بدون باد منطقه ناسکا به حفظ این خطوط باستانی کمک کرده است. این بیابان یکی از خشک‌ترین زمین‌های دنیاست و در تمامی طول سال
در حدود دمای 25 درجه سانتیگراد ثابت است. فقدان وزش باد در این منطقه به حفظ خطوط ناسکا و کشف آنها کمک بسیاری کرده است. در مجموع محیطی که نگاره‌های ناسکا در بر گرفتند، چیزی حدود 500 کیلومتر مربع است و بزرگترین نگاره تا 270 متر طول دارد. برخی از اندازه‌گیری‌ها حاکی از آنند که طول نگاره مرغ مگس‌خوار 93 متر، کرکس 134 متر، میمون 93 متر در 58 متر و عنکبوت 47 متر است. این نگاره‌ها به صورت عمده به دو شکل دیده می‌شوند: دسته‌ای از تصاویر جانوران و دسته‌ای از اشکال هندسی. نگاره‌های جانوری. نگاره‌های جانوری شامل 70 تصویر از گیاهان و حیواناتی مانند عنکبوت، میمون، مرغ مگس‌خوار و یک پلیکان 300 متری می‌شود. نگاره‌های حیوانی به روی زمین در نزدیکی یکدیگر و در یک ناحیه قرار دارند. برخی از باستانشناسان بر این باورند که قدمت این نگاره‌های جانوری مربوط به 200 سال قبل از میلاد مسیح است و این بدان معناست که بسیار پیشتر از نگاره‌های هندسی ایجاد شدند. نگاره‌های هندسی. تعداد نگاره‌های هندسی درون دشت ناسکا به حدود 900 تصویر می‌رسد. نگاره‌های هندسی اشکالی با خطوط صاف، مثلثی، مارپیچی، دایره‌ای و زوزنقی است. نگاره‌هایی با ابعاد بزرگ که اندازه بزرگترین خط صاف آن بیش از 30 متر است. باستانشناسان این نگاره‌ها را به 500 سال پس از ایجاد نگاره‌های جانوری مربوط دانستند. نزدیک به 100 سال از نخستین زمانی که خطوط ناسکا دیده شدند می‌گذرد. در این مدت طیف مختلفی از دانشمندان، پژوهشگران، باستانشناسان و تیم‌های تحقیقاتی بسیاری مجذوب این راز باستانی و اعجاب‌انگیز شده‌اند و وقت بسیاری برای کشف معمای خطوط ناسکا صرف کرده‌اند. با این همه هنوز سوالات بی‌جواب زیادی باقی مانده و شما با حجم بالایی از فرضیه و نظریه روبرو می‌شوید که هیچ کدام جوابی قطعی را پیش روی شما نمی‌گذارند. با همه این اوصاف و نظریه‌ها شاید بتوان گفت تشخیص چگونگی ایجاد خطوط ناسکا بسیار آسان‌تر از تشخیص آن است که چرا خطوط ناسکا ایجاد شدند. به جهت تنوع زیاد و حجم بالای نظریه‌ها، تنها سه نظریه به خلاصه اینجا شرح داده می‌شود. اریک فون دنیکن نویسنده ی سوئیسی و جنجالی کتاب عرابه خدایان است. نظر دنیکن در مورد خطوط ناسکا مشهورترین فرضیه در این مورد است. دنیکن اعتقاد دارد که زمانهای خیلی پیشتر ساکنان دیگر سیارات به بازدید از زمین و طبیعتاً منطقه ناسکا آمدند. در منطقه ناسکا به هنگام فرود آدم فضایی ها نیروی محرکه موشک وسیله فضایی سنگ ها و لایه های سطحی زمین را پراکنده کرده و در نتیجه چنین خطوطی بر روی زمین نقش بسته است. اریک فون دنیکن هیچگاه به طور مستقیم نگفت که خطوط ناسکا کار آدم فضایی ها بوده و تنها نگاره های ماندالا، زودیاک و جی جی اف و میرور را با راه های فرود هواپیما در فرودگاه مقایسه کرد. از طرفی به نظر می رسد بشقاب پرنده ها باید از فناوری پیشرفته تری برخوردار باشند که از آن جمله سیستم نیروی محرکه ضد جاذبه و توانایی بلند شدن عمودی است که در نتیجه به هنگام بلند شدن اثری از انفجار به روی زمین باقی نمی ماند. ساخت نگاره های ناسکا از هوا. نویسنده ای به نام جین وودمن معتقد است که امکان ندارد بدون وجود فردی در هوا و نظارت مستقیم به روی خطوط نگاره های ناسکا ساخته شده باشند. هنگامی که شما بر روی سطح زمین ایستاده اید، هیچ بخشی از نگاره های ناسکا و عظمتشان را نخواهید دید مگر آنکه از بالا به آنها نگاه کنید. راهی نیست مرا قانع کنید که این خطوط و نگاره های بیادماندنی بیان که سازندهش یک باران را از بالا دیده باشد، ساخته شده باشند. فرضیه وودمن در رابطه با خطوط ناسکا این است که یک بالون هوای گرم باستانی برای دید و ساخت خطوط مورد استفاده بوده است. وی برای اثبات نظریه خیش یک بالون با مواد و تجهیزات دوران باستانی ناسکا ساخت. وودمن توانست پرواز موفقیت‌آمیزی با بالون داشته باشد، اما طول پرواز تنها 2 دقیقه بود. گرچه شواهد اندکی از وجود بالون در آن زمان یافت شده است، اما بسیاری از محققان نظریه وودمن را دور از باور خواندند. خطوط ناسکا و نظریه دانشمندان.
یکی دیگر از فرضیه‌ها این است که این خطوط توسط خود مردم ناسکا و توسط روش‌های ساده مساحی رسم شده است. با این تکنیک‌ها و استفاده از ابزار آلات ساده باستانی، رسم یک خط صاف برای مسافت‌های طولانی کار راحتی است. در طی تحقیقات باستانشناسی، میخ‌های چوبی در انتهای برخی از خطوط یافت شده است که این فرضیه را تایید می‌کند. با استفاده از روش علمی و استفاده از کربن 14، باستانشناسان و محققان توانستند عمر میخ و در نتیجه قدمت وجود چنین خطوط و طراحی‌های پیچیده‌ای را معین کنند. محقق دیگری از دانشگاه کنتاکی به نام جونیکل با استفاده از ابزارآلات باستانی مردمان ناسکا توانست این طراحی‌ها را شبیه‌سازی کند. جامعه علمی آمریکا از این شبیه‌سازی در مقایسه با خط و نگارهای اصلی با عنوان منحصر به فرد در شباهت و تطابق یاد کرده است. جالب آن که طبق تحقیقات این پژوهشگران، با برنامه‌ریزی‌های دقیق، فناوری‌های ساده و گروه کوچکی از افراد عادی، می‌توان در طی روزها نگاره‌هایی به مراتب بزرگتر از نگاره‌های ناسکا تولید کرد، بیان که نیاز به هیچ گونه دسترسی هوایی باشد. کشف خطوط ناسکا. نخستین بار پدرو سیزا دی لئون در سال 1553 در کتاب خود اشاره‌ای به این نگاره‌ها کرده بود که آنها را با نشانه‌های دنباله‌دار اشتباه گرفته بود. نخستین بار در سال 1926 یک باستانشناس پرویی به نام تریبیو مجی اکسپه بود که در حین پیاده روی در اطراف کوهپایه‌ها نگاره‌ها را مشاهده کرد. مجی اکسپه نخستین فردی بود که به صورت سیستماتیک به مطالعه این خطوط پرداخت و از این اتفاق در طی کنفرانسی در لیما سخن به میان آورد. از آنجا که ابعاد نگاره‌ها بسیار بزرگ است، مشاهده نمای کلی آن از روی زمین ممکن نبود. در سال 1930 هنگامی که یک هواپیما در جستجوی آب بود، برای نخستین بار نمای کلی نگاره‌ها مشاهده شد. پول کوزک، مورخ دانشگاه لانگ آیلند، اولین فردی بود که طی تحقیق علمی و پژوهشی به خطوط ناسکا توجه نشان داد. او در سال 1940 تا 1941 به بررسی و مطالعه سیستم‌های آبیاری باستانی پرداخت. در طی آن تحقیق، آب را به درون خطوط جاری ساخت و پس از آن به شکل پرنده مانند نگاره پی برد. شانس دیگری در طی انقلاب زمستانه در نیمکره جنوبی به وی کمک کرد تا از شکل خطوط دیگری سر در بیاورد. پس از آن پل به مطالعات بیشتری در باب احتمال و چگونگی شکل گیری خطوط و دست یافتن به هدف ایجاد این خطوط پرداخت. پس از مدتی ماریا ریچی، ریاضیدان و باستانشناس آلمانی به وی برای کشف هدف ایجاد خطوط ناسکا ملحق شد. ماریا ریچی در سال 1974 با دریافت کمک هزینه از سوی تیم نشنال جیوگرافیک به کار خود بر روی تحقیق خطوط ناسکا ادامه داد. یکی از اولین دلایل احتمالی وجود خطوط ناسکا از طرف این دو مطرح شد: ایجاد نشانگرهایی برای تعیین محل طلوع خورشید و دیگر اجسام ستاره‌ای. باستانشناسان، مورخان و ریاضیدانان بسیار بر روی این موضوع تحقیق و بررسی انجام دادند. بزرگترین کتاب نجوم دنیا. پاول کوزک در این باره معتقد بود که خطوط ناسکا از لحاظ ستاره شناسی خاص و معنی دار بوده و این منطقه به عنوان یک رصدخانه وسیع مورد استفاده بوده است. به همین سبب او نام بزرگترین کتاب نجوم دنیا را بر روی منطقه ناسکا گذارده بود. یک ستاره شناس آمریکایی به نام جرالد هافکینز در سال 1968 این نظریه را مورد آزمایش قرار داد. جرالد در طی یک آزمایش موقعیت مکانی نمونه ای از خطوط را وارد کامپیوتر کرد و تعداد تطبیق نگاره ها را با اتفاقات مهم ستاره شناسی محاسبه کرد. هافکینز شانس این نظریه را بسیار پایین ارزیابی کرد و در نتیجه نظریه یک رصدخانه وسیع رد شد. هدیه‌ای به خدایان. شاید بهترین نظریه درباره خطوط و نمادهای عجیب ناسکا متعلق به تونی موریسون، جهانگرد انگلیسی باشد. تونی با بررسی و تحقیق روی راه‌های قدیمی و قومی مردمان ساکن کوههای آند، سنتی از معابد کنار جاده که با راه‌های مستقیم به یکدیگر مرتبط می‌شوند را کشف کرد. در این سنت، زائران از معبد به سمت معبدی دیگر حرکت می‌کنند و در همین راه‌ها به دعا و تفکر می‌پردازند. اغلب اوقات این معابد به سادگی یک ستون کوچک سنگ بودند. موریسون
با اشاره به این سنت پیشنهاد داد که هدف ایجاد خطوط ناسکا و مقیاس وسیعشان بسیار به این سنت شباهت دارد. همچنین احتمال دارد این نمادها و نگاره‌ها بخش بخصوصی از مراسمات مذهبی بوده باشند. ناسکا در زمان حال. در اوایل سال 2011 کشف دو نگاره جدید و کوچک توسط یک تیم ژاپنی از دانشگاه یاماگاتا اعلام شد. یکی از این نگاره ها مشابه سر یک انسان است و قدمت آن را به اوایل فرهنگ مردم ناسکا و یا زودتر تخمین زدند و نگاره دیگر از یک حیوان است که قدمت آن مشخص نشده است. تیم دانشگاهی در مارچ 2012 اعلام کرد که یک مرکز جدید تحقیقات در این محل افتتاح خواهد شد و تا 15 سال آینده به روی این خطوط و نگاره ها تحقیق خواهد شد. تیمی که تا سال 2006 روی منطقه ناسکا کار می کردند، حدود 100 نگاره هندسی جدید کشف کردند. حال سوال اینجاست، اگر مردمی که 2000 سال پیش اینجا زندگی می کردند، فقط از تکنولوژی های ساده‌ای بهره‌مند بودند، چگونه برای ساختن چنین شکل‌های دقیقی برنامه‌ریزی کردند؟ آیا از یک نقشه پیروی کردند؟ اگر این گونه بوده، چه کسی آن را ترتیب داده؟ هدف این نقش‌ها چه بوده است؟ از لحاظ کشف، نقش‌های ناسکا در 40 سال پیش به وسیله دکتر پاول کوزک این معما به صورت یک مسئله حیرت‌انگیز و پیچیده باستانی باقی مانده است. اما جنجالی‌ترین فرضیه مطرح شده درباره این خطوط توسط اریک فون دنیکن و در کتاب عرابه خدایان می باشد. او ادعا کرده که این خطوط در حقیقت فرودگاهی برای سفینه‌های فضایی بیگانگان بوده. بهترین راه برای بازدید از خطوط ناسکا به صورت هوایی و پرواز با هواپیماهای 4-6 نفره است. طول هر پرواز 40 دقیقه است. معمولاً هر روز 15 هواپیما آماده ارائه خدماتند که همه هواپیماها از کیفیت خوبی برخوردارند. به هنگام بازدید از این خطوط، خلبان هواپیما را میچرخاند به گونه‌ای که مسافران در هر دو طرف بتوانند خطوط را به خوبی ببینند. یک برج مراقبت نیز درست در کنار بزرگراه است که با پرداخت 50 سنت میتوانید دو نگاره دست و درخت را از آن مشاهده کنید. تورهای پیاده روی نیز وجود دارند که شما را پیاده به گردش در آن منطقه و دیدن خطوط ناسکا از نزدیک میبرند. رزرو هواپیما پیش از سفر به ناسکا حدود 30-50 دلار بیشتر هزینه دارد و از طرفی گرفتن بلیت در خود هواپیما معطلی بسیاری دارد، چرا که اولویت با کسانی است که از پیش رزرو کرده اند. همچنین امکان انتخاب بهترین پرواز نیز از شما گرفته می شود. بهترین و ارزان‌ترین راه رزرو هواپیما در هتل‌های ناسکا است. در این صورت هم شما را تا محل پرواز می رسانند و هم اتاق شما را تا برگشت حفظ می کنند. خب دوستان، نظرتون در مورد خطوط ناسکا چیه؟ به نظرتون بین این خطوط و فرازمینی ها ارتباطی وجود داره؟ نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها بنویسید و لایک یادتون نره. فکت فارسی وان، پنجره ای رو به دانستنی ها در کنار شما، برای شما.